این سفر پرزیدنت جمهوری امام علی شریف وچ رحمانوف، معاون رئیس مجلس عالی جمهوری قاضی دولت قایم دادوف و دیگر شخصان رسمی رهنمایی نمودند. در فرودگاه شهر خاروغ آنها را رئیس حکومت ولایت علی محمد نیاز محمدوف، نمایندگان مقامات های گوناگون حکومت و طبقه های اهالی پیشواز گرفتند. شهر خاروغ آغوششان را بروی محبوب ترین از محبوب ها امام دور و پرزیدنت مملکت امام علی شریفوش رحمانوف باز نمود. امروز شهر ما را صد رونق است و جان است، زیرا که شاه خوبان امروز در میان است. حیران چرا نباشد، خندان چرا نباشد، شهری که در میانش این پایه امان است. امام را در فرودگاه مرکز ناحیه با شکوه و حشمت پیشواز گرفتند. حضرت والا مقام در جواب مهربانی ونجیان، محبت آمیزترین دعاهای خیرشان را برایشان ابراز داشته قید نمود: من از وقت عهده‌داری و خدمت افتخاری که مردان و زنان بسیار از حکومت و اینچنین افراد بسیارتر از طبقه های مختلف مردم در جهت ممکن ساختن سفر من به ونج انجام دادهند، عمیقاً آگاه هستم و از آنها خصوصاً به خاطر تلاش کلکتیویشان صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم. مردم ونج با چنان صمیمیت از من استقبال نمودهند که همیشه در خاطر خواهم داشت. می خواهم بدانید که این صمیمیت برای من همیشه منبع خرسندی خواهد بود.
زیرا آن انعکاس مسرتی است که با همدیگر از حل مشکلات با یکدیگر می توانیم حاصل نماییم. مولای زمان به دیار کهن ونج و باشندگانش مشکل آسان هر روز و هر شب خواهان نموده رخت سفر بربست. یکی از زیباترین گوشه های بدخشان درواز اندروز پر سعادت تشریف آوری مولای زمان را انتظار بود. در این میدان نه تنها مسکونان درواز بلکه بسیار مریدان از ناحیه های دیگر نیز جمع آمدند تا بار دیگر از وصول قبله نمایشان بهره ور گردند. امروز شهر ما را صد رونق است و جان است. امروز شهر ما را صد رونق است و جان است. زیرا که شاه خوبا امروز در میان است. زیرا که شاه خوبا امروز در میان است. حیران چرا نباشد، خندان چرا نباشد. حیران چرا نباشد، خندان چرا نباشد. شهر که در میانش این مایه ای امانش. شهر که در میانش این مایه ای امانش. آن آفتاب خوبا شام بر زمین بتابد. آن آفتاب خوبا شام بر زمین بتابد. آنگه زمین خاکی بهتر زی آسمان است. آنگه زمین خاکی بهتر زی آسمان است. آندم زمین خاکی بهتر زی آسمان است. آندم زمین خاکی بهتر زی آسمان است. آندم زمین خاکی بهتر زی آسمان است. مولانا حاضر امام، اگرچه ما پیروی امی حضرت امام حاضر هستیم و ای امام و پیشوای ماست و هر چیزی را که او بگه با اسماعیلیا بخصوص ما قابل تحمل و او متیقنیم که او کاملا صحیح است. اما در تمام عرصه زندگی بشریت غیر ما اسماعیلیا جهان به صلح و آسایش و رفاه ضرورت دارد و این صلح و ترقی و پیشرفت بدون صلح و آسایش و یک دیگر فهمی ممکن نیست. ما بال همایون شکل آن حضرت والا مقام سوی شای تیرانداز پرفشاند. در ارشادات مبارک خود به جماعه وادی شاهدره مولانا حاضر امام از جمله نقطه‌ای را تاکید نمود که آن چنین صدا می‌دهد: توجه
و تلاش بسیار برای بلند برداشتن صفت زندگی در بدخشان به هرج داده شده است. در حالی که این هدف مناسب بوده و کاملا مورد قبول همه مذاهب کنونی اسلام که من از آنها آگاه هستم می باشد. نباید هدف یگانه تلاش ما باشد. مهم هست که این تلاش های که ما برای بلند برداشتن صفت زندگی هر روزه خود می کنیم باید در اخلاق مذهب ما صورت گیرد و هر نتیجه ای را که به دست آریم باید در چارچوبه این اخلاق باشد. مولانا حاضر امام برای جماعه راشکله حل مشکلات، دنیای سعادت و سلامتی و خانه آبادی را تمنا نموده به ظاهر این دعا را تر گفت. گرچه در اصل یاد همگان را پیوسته در دل داشت و خود نیز در یادهای آنها میماند. یا امام که تو رخشنده تر از خورشیدی، کوی پامیر تو را مسند جان جمشیدی، روی پاکت همه نور است و بله نور خدا، من چه گویم بجز اینت که تو خود آفتاب بیز شرق و بیز غرب از جان بتاب، ذره وار آمد برقص از وی در و دیوار ما، چون مثال ذره اندر پی آن آفتاب، رقص باشد همچو ذره روز و شبها کار ما. Yeah.